جوزپه چقدر دل تنگ شده برای دایی؟ خیلی همه ماموریت اینجوری بده به من. خیلی عالی. دست در نکنه. خواهش می‌کنم. یعنی همه سیب زمینی دنبال سیب زمینی گشتم. نفر اولمون آماده شده که بره. کجا داری میری؟ اول من سلام کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه. دارم میرم فرودگاه، یه مهمون عزیزی داریم که من چیز نزدیک 2.5 سال ندیدمش. مهدی. بله، آره مهدی رو برم بیارم و دور هم باشیم چند روزی. آره مهدی قراره که دیگه برسه، تا یه 1 ساعت دیگه هواپیماش میشینه. خب تا بشینه و بیا خروج بزنه، منم رفتم رسیدم و انشالله از اونجا بهت زنگ میزنم. آره آوردن مهدی مأموریتش با پژمان امروز. همه مأموریت اینجوری بده به من. خیلی عالیه. دست در نکنه. خواهش می‌کنم. خب من میرم فرودگاه، از اونجا دیگه هماهنگی رو باید انجام میدم. باش. میبینیمتون. ان شاءالله. الان میری یه نفره میری، دو نفره میای. ما منتظریم. ان شاءالله میبینمتون. منم سلام کنم خدمت همه دوستای عزیزم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. همونجوری که نشون دادم دیدید که پژمان رفتش دنبال مهدی. مهدی قراره که اونجوری که چک کردم پرواز رو قرار بود 5:30 پروازش بشینه. میخواستیم با هم دیگه بریم، منتها چون امروز روز تعطیل نیستش، بچه ها مدرسه هستن، از مدرسه میان، هم مهداد مدرسه هست هم سپه، بعد اینجوری نیستش که با هم بیان، به فاصله 1 ساعت از هم دیگه میان که اول سپه بعدم مهداد. برای همین دیگه من موندم این کارا رو انجام بدم و بچه هم از مدرسه بیان آماده بشن، هموم کردن دارن و یه سری کارهای دیگه، آماده بشیم با هم دیگه بریم یه جا جمع بشیم و امشب قرار خونه لیلا اینا باشیم. لیلا تو خونه است، داره کاراش رو انجام میده. دیگه ما گفتیم که ما چون قراره که از فرودگاه مهدی که میاد بریم خونه لیلا اینا، گفتیم که شما کارا رو انجام بدین، ما مهدی رو میاریم. مهدی هم میگفتش که به هیچ شما نیاین فرودگاه دنبال من خودم میام. گفتیم نه نمیشه. حالا خیلی هم فرودگاه فاصله داره، وسیله نقلیه هم نداشتیم، برای همین میگه شما نیاین من خودم میام. دیگه گفتیم نه اصلا نمیشه، ما میایم دنبالت. حالا پژمان رفت که بیارش، من خیلی ذوق دارم لحظه که برسه ببینمش. 2.5 سال که ما مهدی رو ندیدیم و الانم داره از کانادا میاد استانبول. اینجا یه توقفی داره، چند روز پیش ما هست، میخواد بره کره برای کارهای درسش و دانشگاهش و پایان نامه دکتریش که حالا ایشالله اونا رو هم با موفقیت سپری کنه. ولی خب خیلی خوب شد این دوره همی قسمت شد که مهدی بیاد. اون روز موعودی که میگفتیم مهمون داریم قرار مهمون بیاد رسید، دیگه مهمونای ما کم کم همشون میان. الان مهدی میاد، بعدش هم مامان و فریده جان میان که منتظرشونیم. حالا امروز با مهدی هستیم. دیگه منم برم کارا رو انجام بدم، بچه ها رو آماده کنم، لباساشون رو بپوشن، خودم آماده بشم لباس بپوشم و بریم. میخوام برم اگر بشه فرصت بشه بین راه برم استقبال مهدی، یعنی بین راه بریم پیشش، بعد از اونجا بریم خونه لیلا اینا. فقط این دوره همی ما چیزی که کم داره علی جان هستش با خانومش و بچه هاش که خیلی دوست داشتیم که این سری که همه هستیم علی هم بیاد. بهش گفتیم خودش هم دوست داشت باشه، منتها چون یه سری کارا داشت به همون قول داد، گفت تو اولین فرصت که بشه ما هم میایم سر میزنیم. حالا دیگه ما هم دلمون خوشه به این که به زودی این دیدارا تازه بشه، چون حالا ما مهدی رو 2.5 سال پیش دیدیم که خیلی زمان زیادیه، یعنی میشه بگم یه ذره دیگه نمیومد میشد 1000 روز. میگه 1000 روزه که ندیدمت. بعد علی رو هم که باز خیلی وقت ندیدیم، یعنی خیلی قبل‌تر از مهدی اومده بود ایران. مهدی هم که اون سری اومد 2.5 سال پیش، دوره کرونا بود، نتونستیم یه دل سیر همدیگر رو ببینیم. حالا امروز دیدارا تازه میشه، خیلی منتظرم که بیاد ببینیمش و باز خیلی منتظرم که مامان جان و فریده جانم بیان
جمعمون تکمیل بشه و میگم بازم جای علی خیلی خالیه، خیلی، چون اونا رو هم خیلی وقت ندیدیم. حتی هنلی که کوچولوه به دنیا اومده ما هنوز ندیدیمش از نزدیک، و این تمام به خاطر دوری مسافت هاست که خیلی فاصله هست، بعد کار مشغله و اینکه سخت میشه که آدم بتونه هماهنگ کنه، یه فرصتی دست بده که دوره هم باشه. الان برم حاضر شم. سپر از مدرسه اومد. حالا جالبه که سپر اصلا نمیخوابه، شبا هم اصلا دیر موقع خوابش میره، یعنی اونجوری نیستش که وقتی از مدرسه میاد خسته باشه، ولی دیروز که اومد یه ساعت خوابید، الان هم که اومد باز خوابش رفت. برم بیدارش کنم، سری دوشش رو بگیره، حاضر بشه، بریم بیرون، خودم هم آماده بشم. این لباس رو هم من برداشتم که خودم بپوشم. دیگه تو کمد رو نگاه کردم، خیلی دوستش دارم این رو، برداشتم که روی این پیراهن بپوشم، چون هوا خب خنکه، امروز گرم بوده ولی خب تقریبا خنکه و سمت غروب شاید سرد بشه. اون پیرهن رو برداشتم، یه پیرهن بلنده با این رو برای روش. این لباس هم رو خیلی دوست دارم، رنگ بندیش رو خیلی خوشم اومد و وقتی که توی فروشگاه دیدمش برداشتم، تا حالا هم نپوشیدمش. اصلا کلن لباس های بافت و اینایی که ترکیب رنگی دارن رو خیلی دوست دارم. من بالاخره رسیدم فرودگاه، فکر کنم مهدی جانم یه 20 دقیقه هست که رسیده، من به خاطر ترافیک ذره دیرتر رسیدم، برم سریع پیداش کنم و بریم امشب با هم دیگه باشیم. به به، آقا مهدی پیدا کردم. آقا مهدی گل، آقا مهدی رسیدنت بخیر، رسیدنت بخیر، ماشاءالله ماشاءالله. سلام بهتون. یه سوار شدیم داریم میریم خونه. خوش اومدی، چشممون روشن. ان شاء الله همیشه به سفر، سفرهای طولانی تر. 11 ساعت پرواز داریم. سلام، مرسی، خوبی؟ چی شد؟ آخه مرسی، رسید بالاخره، همدیگر رو دیدید. سلام، سلام، چطوری مهدی جان؟ خوبی عزیزم؟ رسیدنت بخیر، چشم ما روشن عزیزم. خیلی خوش اومدی، چه پرواز طولانی داشتی. اتیشم دارت روی. آره الان به خستگی در بیاد. حرکت کردید یا هنوز راه نیفتاده؟ آها، 5 دقیقه دیگه. خب ما هم همون موقع ها میزنیم بیرون و میام میبینم دیگه، خیلی دلمون تنگ شده، میام ببینمت. آره عزیزم، خوشحال شدم صدات رو شنیدم، الان میام دیگه خودت رو میبینم، فردات بشم یه بوسمه. ما دیگه بریم که به موقع برسیم. تاکسی هم زدم که با تاکسی بریم، چند تا لوکیشن متفاوت هم هی انتخاب کردم ولی هیچ تاکسی اوکی نمی کنه. اگر که تاکسی گیرم نیاد یه 10 دقیقه یه رو پیاده روی داریم تا بریم برسیم نزدیکش. ما رسیدیم اینجا، گلم بگیرم قبل از اینکه میرسم دیگه، آماده باشیم. ببینم چی داره.
خوبه؟ آره. خب اینو ببینم، بذار دم دریاشم با سرم تو هم بیرون داشت یه نگاه بندازم. سپه چقدر دلت تنگ شده برای دایی؟ خیلی 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 دلم تنگ شده. الان دیگه میام با احنا. اینجا سلام، مرسی. تو خوبی؟ چشمت روشن. مرسی عزیزم، داداشو برات آوردم. آره گفتم یه نفری میری دو نفری میاد. به به خواهر برادر من رسیدم. خوشحال شدید. دایی مهدی چه تیپ خونکی هم زده. یخ نکنی. میگه هوا خوبه. این هم رسیدیم خونه لیلا اینا. مسافر رسوندیم. وظیفه‌مون رو به نحو احسن انجام دادیم. تا مسافرای بعدی. خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. بزن ماما خاله منتظره. چه گل خوشگلیه. برای مهدی گرفتم. مثل خودته. آره. اول بذارمش تو سالن. ببین گلشو خیلی نگاه کردم. بعضیش ترکیب رنگیش مثلا خیلی شلوغ و بد بود. این دیگه یه دست سفید بود برداشتم. خیلی نازه. آره. بذارمش تو حال. بعد میام شربت بدیم. خودش توی گلدونه. آره. آها گلدونه. آره. مال مهدیه نقشه. خیلی خوشگله. چی می‌ریزی؟ ببین آیسی گرفتم. یعنی هم برای یه گفتین طعمشو همه دوست دارن دیگه. آره لیموییه. آره لیموییه. به مهدی میگه چایی می‌خوای یا شربت؟ میگه شربت. میگه شربت هم آیستیه. حالا میگه چای سرد میخوای یا چای گرم؟ چای سرد میخوای یا گرم؟ آره باید چایی بخوره. اینو دیگه آره دیگه اومده ترکیه باید چایی بخوره. دست خودم درد نکنه. خسته شدی. منم نتونستم امروز بیام کمکت. امروز جفتمون کار داشتیم. آره بابا سرم شلوغ بود. من دوست داشتم بیام کمک کنم وقت نکردم. نه بعد از اینکه در برم بیرون داشتم کار می‌کردم. دست درد نکنه. آره. حالا دیگه ان شاءالله ماما اینا بیان. ان شاءالله. بعدیمون مامان فرده.
از دیشب تا حالا مهدی تو راهه. خیلی طولانی راه. چای چه عطری داره؟ چیه؟ هند ریختم توش. برات قندت گذاشتم رو میز. کجا آقا؟ رو میز پذیرایی. یه قندون قند گذاشته برای من. یعنی فکر کنم تا 3 سال دیگه هم میام خونه‌شون اینجا قند هست. چون من یه کوچولو میخورم، بقیه هم که قند نمیخورم. اون مخصوص خودته. مخصوص من. خوردشون کردی؟ نه. نه. خودم هم قرشیدم میام خوردشون کنم. جای همگی خالی. دم کشی داره؟ آره. چه کرده این کلبانو؟ ببینیم این بر چه خبره. به به. قیمه افتاده. یه همش بذار اینجا افتاده؟ آره. جا افتاده. اینا جمع شده این سمت. چون وسطش قول میزنید. آره. با هم که ترکیب شه اینه. با سیب زمینیه یا با یونم رفته بود با چی سیب زمینی رو قایم کردم بالای یخچال یعنی همون نمیدونم سیب زمینی داره بالای سیب زمینی گشتم اینجوری برای من کلا خواستم برای بادمجو سرخ کنم بیارم چند تا داشتم بخ بخ نگاه کن یعنی اینو داشت یادت میرفت کلا نه الان یادم رفته بود بیا دست شما قایم میشم خاله بعد خاله مرسی نوشی جونه چیزم قایم کردم این تو چرا قضا تو گوجم این تو اینو بذار رو گاز گرم شه یادم رفته بود نمیدونم قبلا گفتم یا نه یه بار داینا رو دعوت کرده بودم خونمون چند سال پیش غذاها رو ریختیم خوردیم شامو جمع کردن شستن رفتن بعد من اومدم دیدم خورشه بادمجونم روی گاز جا مونده سوپ درست کرده بودم و یه دو تا غذای دیگه بود خورش بادمجونم همینجوری سبوب درست کردم اون کنار میدونستم دایی دوست داره رفتم دیدم خورشه کامل چه خورشی هم شده بود جا مونده آخه سرت چلو بوده آره یادم رفته بود بذارم حالا تو هم همینجوری میشه دیگه آره گوشم بذاریم گرم شه ببین سیب زمینی هم یکش میذاشتیم گرم شه میخوای بذاریم تو فر